دردها و رنجهای مهاجرین افغانستانی در جریان مهاجرت می باشد و روز چهارشنبه از سوی معاونیت دوم ریاست اجرایی با نمایش گذاشته شد. استاد حاجی محمد محقق معاون ریاست اجرایی رنج مهاجرین افغانستان را بی پایان و گسترده خوانده و هر گونه اقدام هنری در راستای و تصویر کشانیدن این رنجها را ستودنی عنوان نمود. معاون ریاست اجرایی با اهدای تقدیرنامه برای تهیه کننده این فیلم از تمامی نقش آفرینان در این فیلم قدردانی نمود. اشک‌های بی صدا، روایتی از دردها و رنج‌های کسانی که سختی زندگی در کشور سرنوشت آنان را تا نزدیکی‌های مرگ و نابودی همراهی می‌کند. فیلم است بیانگر آنچه یک مهاجر افغانستانی در جریان مهاجرت از توهین و تحقیر تا تهدید به مرگ تجربه می‌کند. این فیلم روز چهارشنبه در دفتر کاری معاونیت دوم ریاست اجرایی به نمایش گذاشته شد. رنج و مشکلات مردم افغانستان در عالم مهاجرت یک رنج بی پایان است، یک رنج گسترده است که تمام ابعاد از کره زمین شاهدش هست. دهه های جنگ و سوی هم گسترش فقر و بیکاری ساحه را برای زندگی در کشور تا حد تنگ می سازد تا بسیاری ها با تحمل ده ها مشکل روحی و روانی راهی کشورهای همسایه و جدیدن کشورهای اروپایی گردد و اینجا هنری در کار است تا این دردها را به تصویر بکشاند. همینجاست که هنر فیلم و سینما در نمایش دادن و بازگو کردن این مشکلات برجستگی خودش را نشان می‌دهد. با این همه مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان ضمن ستایش از کارگردان این فیلم ابراز امیدواری می‌کند که زمینه کار و شغل مناسب در کشور فراهم گردد تا دیگر افغانستانی‌ها شاهد درد و رنج مهاجرت در دیار غربت نباشند. امیدوار هستم که انشاءالله زمانی فرا برسه که در کشور ما صلح و امنیت و ثبات برقرار شود و در نتیجه برقراری صلح و امنیت و ثبات زمینه کار، فعالیت، رشد اقتصادی و حل مشکلات و گرفتاری های بیکاری مردم حل شود. اشک‌های بی صدا از سوی هنرمندان داخلی و با ابتکار عباس محمدی کارگردان و فیلمنامه‌نویس تهیه گردیده است و قبل از این در کشور ترکیه نیز به نمایش گذاشته شده است. این فیلم دو ساعته سینمایی است. سه سال روی این فیلم کار شده، بیش از 100 نفر در این فیلم بازی کرده و ما این فیلم در کشور ترکیه هم اکران شده، در اینجا امروز انشاءالله افتتاحش گرفته میشه. تهیه کننده این فیلم میگوید که هدفشان با تصویر کشیدن مشکلات، درد و رنج مهاجرین افغانستان به منظور آگاه ساختن نهادهای بین المللی در مورد وضعیت مهاجرین افغانستان بوده و اکنون حکومت باید در نشر و نمایش این فیلم در بیرون از کشور با آنان همکاری کند. مقام های دولتی از آمار بلند بیسوادی و حدود 3 میلیون کودک محروم از آموزش ابراز نگرانی کردند. معاون ریاست جمهوری